بینده ارجمند تلویزیون سلام، قسمی که روز جمعه وعده کردیم اما نسبت مشکلات تکنیکی نتونستیم صحبت داشته باشیم با آقای دکتر لطیف پدرام، رهبر کنگره ملی افغانستان، و امروز خوشبختانه تونستیم که با وجود که سخت مصروف بودن ولی تماس برقرار شد و خواستیم که صحبت با آقای پدرام داشته باشیم. آقای پدرام، برای شما سلام تقدیم میکنیم، برنامه‌نگار از تلویزیون امید 24. و علیکم السلام، سلام و درود بر شما و به بیننده های عزیز محترم، همه هموطنان عزیز، شخص خود و دوست عزیز من در خدمت هستم انشاءالله، و معذرت از تاخیر برای هر مشکل تکنیکی. سلامت باشین. از اینکه شما سخت مصروف زدوبندهای سیاسی که در داخل کشور است و این جنجالایی که هست، در قدم اول دوست داریم از شما یک تحلیل داشته باشیم در رابطه به اوضاع جاری سیاسی در کشور که در این وطن چی میگذره. خب مسائل زیادی هست، ولی عمدترین مسئله که فعلا روبروی ما هست و در سطح سیاسی در بارش گفتگو میشه، در مطبوعات، در رسانه ها، مسئله لوی جرگه مشورتی هست، مسئله مذاکرات در قطر هست، انتخابات ریاست جمهوری و مسئله دیگر. ولی خوب اینا مسائل خیلی مهمی هستند که هم مقامات دولت در داخل خودشان نسبت به اینها واکنش دارن و در واقع بحث دارن گفتگو، هم مردم، هم احزاب سیاسی، هم جامعه مدنی. و اکنون مسئله که مطرح هست دفعتاً تا 3-4 روز دیگر روی جرگه مشورتی هست، بله، که برگزار میکنه حکومت، و نسبت به روی جرگه مشورتی هم مقامات در داخل دولت وحدت ملی در واقع موضع گرفتن رد کردن، هم احزاب سیاسی و هم کاندیداهای ریاست جمهوری. فعلاً این یک مسئله خیلی 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 مهمه هست که آیا با وجود مخالفت های گسترده نیروهای سیاسی اعضا و جناهای در داخل دولت باز هم این لوی جرگه برگزار می شود، و اگر برگزار شود خوب چه پیامد های خواهد داشت؟ ظاهرا بحث ریاست جمهوری این است که ما تصمیم گیری های مهمه نمی خواهیم بکنیم، اینجا مشوره می کنیم در رابطه با مسائل صلح و مسائل جنگ و غیره. فعلا همین موضوع رو روبروی ما هست که خیلی از گروه ها تحریم کردن، رد کردن کاندیدای ریاست جمهوری. ما هم امروز یک اعلامیه داشتیم که ما به طور کلی جرگه ها رو قبول ندارم، با ویژه جرگه مشورتی یک ابزار خلق در اختیار ریاست جمهوری و این نمیتواند مشکلات مردم حل بکنه، و طبیعتا از نظر ما هم مردود است. معلی. این یک از مسائل خیلی مهم روز است فعلا این جرگه. آقای پدرام، من میخوام یک صحبت داشته باشم که اولا خلوی جرگه مشورتی در قانون اساسی اصلا ذکر نشده، و یکی از دلایل بسیار محکمه که شما امیر رد کردین چی هست؟ شما چطور تشویش از این دارین که میگین که شاید کمپاین انتخاباتی باشه یا کدام دلایل دیگر؟ چند دلیل. اول اینکه شما با ذهن من آشنا هستیم که وقتی ما در جامعه مدرن زندگی میکنیم و نهادهای جدید شکل گرفته اند، بله، مانند پارلمان، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی که هنوز با وجود نیامدن ولی به هر حال ملحوظ شده اند، نهادهای مدنی، جامعه مدنی، انجمنهای زنان، جبران و غیره، اصولا استفاده از دوی جرگه ها کار درست و سنجیده نیست، یعنی با شرایط مدرن سازگار نیست، چون معمولا در اختیار حرکات حاکم می باشن دوی جرگه ها. ما نظر ما این بوده که با شرایط مدرن گذار بکنیم، از در واقع نهادهای مدرن استفاده بکنیم. این یک مثلا از این که بگذاریم از یک بحث بیمومه که من اصلا به روی جرگه ها دارم. بعد ما در قانون اساسی هم یک روی جرگه ای داریم که اون تعریف شده که اعضای شورای ملی باشن، شوراهای ولایتی باشن، کی و چطور، و این جرگه جرگه است که میتواند تصمیم بگیرد، حتی درباره قانون اساسی که همان روی جرگه مطرح شده در قانون اساسی است. و این ترتیب این روی جرگه مشورتی در مغایرت با روی جرگه اساسی قرار داره، برای که اون روی جرگه میتواند، اون هم از نظر ما بر عنوان یک سیاسی مردود است، ولی به هر حال فعلا در قانون اساسی هست و تا زمانی دوباره در قانون ملغا بشه. بنابراین این لویه جرگه مشورتی که خودشان هم میگه تصمیم گیرنده نیست، استدلال ما این است که پس در صورتی که برخی اون این جرگه قانون اساسی نیست و در این حال تصمیم گیرنده نیست، با چه مناسبت شما باید چندین میلیون دلار خرج کنید برای برگزاری جرگه‌ای که تصمیم هم نمیتواند بگیرد؟ خب این عاقلانه نیست.
اگر مسئله مشوره هست، خب شما می توانید نظر پرسی بکنید، رفراندوم بکنید، از طریق تبلیغ، از طریق رسانه هایی که در اختیار دارید، در برنامه های موزیک می توانید از تلویزیون ها استفاده کنید، نمیدونم در ستاره افغان می توانید استفاده بکنید، خب می توانید یک بحثی کلان میدی هم استفاده بکنید. پس اگر چنین چیزی هست، این جرگه باید منتفی باشه، چون نمیتونه تصمیم بگیره و در این حال باید پول جرگه رو خرج بشه. تشکر. حالا برای نظر ما این است که اینه که ابزاری است برای انتخابات ریاست جمهوری که رئیس جمهوری میخواهند از این استفاده بکنن آقای غنی برای کمپاین انتخاباتی خودشان، طبیعتاً با 3-4 نفر دیگه. تشکر. آقای پدرام، تاریخ اول جوزا دوره کاری آقای اشرف غنی به پایان میرسه و شما هم تا جایی که ما گزارش ها رو تعقیب کردیم در گفتین که باید بیشتر از این در ریاست جمهوری باقی نمانه، اما دادگاه عالی دیروز حکم صادر کرد که اشرف غنی میتونه که تا وقتی که برگزاری انتخابات هست باشه. فرضاً اگر امیل لویجرگه برگزار شوه و شکل شوه ازی تغییر کنه و یک صدامی 3000 نفری که به اونجا حضور پیدا میکنن که بیشتر از اینا توسط آقای امرخیل و داود زی تعیین شده، اینا بگوین که ما دوره کاری غنی را تا وقت انتخابات تایید میکنیم، در اینجا باز عکس العمل چی خواد باشه؟ برای دادگاه عالی فرمان صادر کرده است که ایشان میتوانند به عنوان رئیس جمهور کارشان را تمدید بکنند، کارشان را تمدید کرده است، اما از نظر ما احزاب سیاسی فعالین و کاندیداهای ریاست جمهوری تصمیم دادگاه عالی تصمیم برخلاف قانون است. مطابق قانون در اول جوزا دوره حکومت و کار آقای غنی به پایان میرسد و اینا باید کار خودشان را تمام شده اعلام بکنند، اما اگر قرار باشه که نه از این جرگه این گونه استفاده بکنن که این جرگه بگه که بله ما تصمیم دیوان دادگاه عالی را پذیرفتیم و ایشان کارشان ادامه بدن، یادتان نرود این جرگه نماینده مردم نیست. یک، این جرگه جرگه قانون اساسی نیست که برای سال تصمیم گیری باشه، و میلیون ها آدم دیگری در این سرزمین که صلاحیت های حقوقی و شهروندی دارن در برابر این جرگه نخواهند گفت و برای ما کاندیداهای ریاست جمهوری قابل قبول نیست. قبلا هم اعلامیه داده شده، امروز ما هم رد کردیم، گروه های سیاسی هم رد کردن، مردم شهروندان عادی هم رد کردن. به هر حال در این صورت ما به یک بحران جدید وارد خواهیم شد، یعنی ما میریم به طرف یک بحران سخت‌تر و شدیدتر. یعنی چی نوع بحران داخل شویم آقای بدرام؟ خب ببینید، اول اینکه اکثریت قاطع جریان های سیاسی و نهادهای مدنی و حقوقدان ها، انجمن حقوقدان ها میگن که این کار غیر قانونی است و ایشان رئیس جمهور منتخب نیستن که نبودن و غیر مشروع دارن به حکومت خود ادامه بدن و این دیکتاتوری است. طبیعتا این طرف نتیجه که میشه و تظاهرات، برانداختن میتینگ ها، گرد همایی ها، سرپیچی، نافرمانی مدنی در بلوزبالی ها، در ولایات و اعتنا نکردن به فرامین کسی به نام رئیس جمهور است که مبتنی به چنین فرمانه، به چنین تصمیم از جانب دادگاه عالی دوباره ابقا شده است و میخواد دارش ادامه بده. خب طبیعی است که این نده مشروعیت خود بحران آفرین است، به اضافه اینکه تظاهرات و گردهمایی هایی هم در نکوهش این اقدام صورت خواهد گرفت و مسلمان شاید خیلی مسیح و گسترده تر باشه. تشکر. شما یکی از کسایی بودین که در کنفرانس مسکو هم رفتین و بعض مصاحبات تایید کردین که در رابطه با مسئله صلح، و بعد دامنی از این کشانیده شد به قطر و در قطر هم یک کاروان 250 نفری نامگذاری شد که به اینجا اشتراک کنن، اما تا جایی که ما گزارشات را تعقیب میکنیم بسیاری محکوم میکنن اشرف غنی را که خود از این باعث شد که اینمی دیدار و ملاقات صورت نگیره و میگن که اشرف غنی خودش مانع ایجاد صلح هست در افغانستان. شما این مسئله را تایید میکنین آقای پدرام؟ تردید وجود نداره. در کنفرانس مسکو بحث بر سر این بود که برای افغانستان راه حل نظامی وجود نداره برای برون رفت از بحران، باید گفتگو شود. ما تا اینجا که برای گفتگوهای صلح باید توجه شود، او کسی مخالفت نمیتونه بکنه منطقا نقلا که بخوایم بگیم یک موزری از طریق صلح حل شود بعد بگیریم اصلا نمیتونه جنگ بکنیم. خب طبیعتا این اجازه میآخر سیاسی چنین گپی نمیزنن، اما در رابطه با برخی تصمیم گیری ها که حکومت متمرکز یک سیاستی قدرتمند نمیدانم اینطوری باشه، در اونجا منم مخالف بودم و اتفاقا آقای سپنتا هم با
تحلیل هایی که خودشان داشتن اونا هم رای ندادم بک. ما اونجا روشن گفتیم که من یک فدرالیست هستم و یک قانون اساسی متمرکز رای نمیدم که اونجا گفتم دلال و در درسه مسکو که متاسفان است درست پخش نشد و آقای سپنتا هم به دلال دیگر رای نداد. به هر حال بگذاریم از اون مسئله. جلسه قطر باید ادامه جلسه مسکو می بود چون در جلسه مسکو بحث شد این جلسه در قطر باید ادامه پیدا کند و همون هایم که در مسکو شرکت داشتن به در قطر شرکت میکردن. اما وقتی که دوباره این بحث مطرح شد از کابل هم نماینده های بروند این طرف دستگاه ریاست جمهوری تعداد به 250 نفر بالا بود. خب معنی این که 250 نفر باید بره معناش این بود که ما واقعا نمیخوایم در مذاکرات صحبت کنیم. برای اینکه اگر بحث مشارکت مطرح هست خب باید نظامی سیاسی نهادهای مدنی دانشگاه ها از این طرف میتوانستن آدم ها را گزین بکنن حتی اگر میخواستن سطح مشارکت بالاتر باشد. اگر این مسئله بود خب میتوانستن در داخل نظر سنجی بکنن. اما دستگاه ریاست جمهوری قصدن این کار کردن که جلسه قطر برگزار نشود تا اینا بتوانن هم جرگه مشورتی را دایر بکنن، یعنی قبل از جلسه قطر اینا یک نتایج خودشان برای خود درست کرده باشند و حق این شرایط تمدید بکنن برای ادامه حکومت. اگر جلسه قطر برگزار شده بود احتمالا نمیتوانست دادگاه عالی به این شدی که فرمان صادر بکنن. بعد میبینید که اصلا حکومت کار کرد جلسه قطر برگزار نشد. خب یکی از دلایلی که در مطبوعات آمده آقای پدرامی بود که میگن که تیم کرزی در اونجا تلاش داشت که این جلسه را به شکل دلخواه خود پیش ببره و تقاضای حکومت موقت کنه که به هم خود. آیا این واقعیت داره و شما خود در کسایی هستین که طرفدار حکومت موقت باشین؟ من نظرم این است که در اول جوزا دوره کاری آقای غنی به پایان میرسد که حکومت سرپرست یا حکومت موقت باید با عهد بحث قرار بگیرد. اگر اجالتا نتوانیم در این چند روز محدود یک حکومت موقت بسازیم به دلیل گفتگوها با جناحهای مختلف این طالبان و دیگران میشود که کسی سرپرست بیاد تا این جریان رهبری بکنه تا مرحله گفتگوها برای حکومت موقت بره. من در نهایت طرفدار حکومت موقت هستم و این حکومت باید دورش تمام است و پایان باید برسد. اما این مسئله که آقای کرزی خواسته جلسه قطر به هم بزنه نه، این درست نیست. اتفاقا آقای کرزی از جمله کسایی بود بخواست این جلسه برگزار شود و در تعیین آدم هایی که به قطر می رفتن آقای غنی نقش داشت نه آقای کرزی حالا این نماینده بیشتر بفرستن. بنابراین این بحث یک چنین خطری وجود داشت در جلسه منتفی بود. بعد در رابطه با حکومت موقت در کابل هم نگه خوب بشه در قطر هم گپ زد، یعنی اینکه حکومت موقت شود همه خیلی نیروهای سیاسی بس الان دارن مطرح میکنن و این باعثی نمیشد به این دلیل جلسه قطر به تعویض بود چون در کابل این بس الان دارن مطرح. آقای پدرام آقای غنی جلسه را بود. آقای پدرام در بیرون از کشور هم یک تعداد گردمایی های دولتی به اصطلاح کسایی که دست نشانده های دولت هستن و از شورای امنیت هستن اینا هم برنامه های را یا کنفرانس های را برگزار کردن در حمایت بر ادامه نظام و رد کردن حکومت موقت و اینا میگن که حکومت موقت میگن که عامل بیشتر بحران در افغانستان میشه. شما اینو تایید میکنین؟ نه، حکومت موقت باعث بحران نمیشه که حکومت غیر قانونی باعث بحران میشه. البته یاد تل نره که هم کشورهای منطقه هم جهان و هم اروپا اجماع دارن که بالاخره به این وضعیت بال برداری باید پایان داده شود و ایراش هم گفتگوهای صلح هست، یعنی اینا ما داریم ترجیح میدیم بنجو برحال این بحث جهان است. با این جد این نیست به نظر من اگر بحران شروع شود این ادامه کار یک حکومت غیر قانونی است که میره به طرف دیکتاتوری. این خطر اگر باشه از این جهت است، نه از گذار به یک حکومت موقت یا یک اجماع یا رسیدن به یک اجماع ملی برای حل بحران. تشکر. شما یکی از کسایی بودین که جنجالی ترین فرد در 18 سال گذشته خطاب شدین که در بسیاری موارد شما جنجال آفرین بودین و یکی از مسائلی که شما را جنجال آفرین ساختنی بوده که شما همیش مخالفت تان با رژیم ریاستی اعلام کردین و گفتین که مخالف هستین و طرفدار برقراری یک نظام فدرالی یا پارلمانی شدین. شما دلیل اصلی مخالفتتان که با نظام ریاستی هست گرچه پیشتر توضیح دادین ولی دوست داریم که امیر یک کم بیشتر توضیح بدین چون در بعضی موارد وقتی که شما این مسائل بلند صدا بلند میکنین شما را متهم به تجزیه طلبی میکنن. سوال خوبی را مطرح کردیم. ببینید افغانستان جزی 18 کشور جهان از 18 کشوری هست که بیشترین
تنوع قومی و زبانی را داره این کشور. عقل سلیم و خرد سیاسی حکم میکنه که در کشورهای با این همه تنوع قومی و زبانی و فرهنگی میباید قوانین و ساختار طور ایجاد شود این تنوع را بر بدارد. برای همین من در مسکو گفتم که قانون اساسی باید لیبرالیسم در افغانستان را بر بدارد تا اقوام، نهادهای سیاسی، گروه ها همه بتوانند در قدرت در تصمیم گیری روزانه مشارکت بکنند. و بعد تجربه حکومت های ریاستی نشان داده است که به دیکتاتوری می انجامد. شما همین حالا نگاه کنید، یک آقایی هست رئیس جمهور که حاضر نیست کنار بره. حالا میگه نه، اول جوزا انتخابات نه جوزا نشد، حالا باید در ماه سپتامبر باز بره به ماه میزان. حالا تازه معلوم نیست ماه میزان هم انتخابات میکنه نمیکنه. خب اینا نتیجه این حکومت هاست. قدرت باید عادلانه میان مردم، اقوام و شهروندان توزیع شود تا ایالات فدرال بتوانند تصمیم های نادرست دولت مرکزی را ویتو بکنند. و این به معنی تجزیه نیست. یادتان نرود که از زمانی که مجاهدین آمدن وارد کابلستان و بعد از نو حکومت نجیب سقوط کرد بحران، ما ارتش ملی به او معنی نداشتیم. ببینید در غرب کابل استاد مزاری بود، در یک بخش جمعیت بود، یک بخش اسلامی بود، او طرف فمیر صاحب اسماعیل خان بود، جالب دوست خدیر بود. ولی در همین حالت هم کسی بحث تجزیه مطرح نکرد. جنرال صاحب دوستون در شمال بود ولی نگفتن ما میخوایم کشور را تجزیه بکنیم. ارتش ملی هم به اون معنی وجود نداشت که یک وزیر دفاع دستور در کل افغانستان به اصطلاح اداره بکنه. روحیه تجزیه طلبی در بین مردم افغانستان است، اما روحیه گذار به عدالت و اینکه حقوق اقوام تامین شود بسیار جدی است. و بنابراین من به عنوان یک فدرالیست مصرم که ما با ریاست با حکومت ریاستی یک دست متمرکز پایان بدیم و کشور به طرف یک جمهوری فدرالی بدارد. تشکر میکنم آقای پدرام. سوالات بسیار زیاد پیش روی ما هست و هم مردم ما انتظار دارن که از شما بیشتر بشنون، برای اینکه بعد از بسیار دیر وقتا شما صحبت مصاحبه دارین با نشرات بیرون مرزی. میخوایم تو بپرسم که مردم در بیرون و تا در داخل کشور رو میبینیم به یک ناامیدی مبدل شدن که عاقبت چی زد و بندهای سیاسی به کجا میرسه؟ غنی از قدرت دست بر نمیداره، ایسو مخالفین غنی که هستن مثل شما طرفدار اصلاحات هستن و او اصلاحات بر نمیاره. چی یک امیدی رو میتونین شما منیس یک رهبر حزب کنگره افغانستان، منیس یک کاندید ریاست جمهوری افغانستان و منیس یک وکیل پارلمان که شما در مرجع قانونگذاری بودین برای مردم داشته باشین؟ یک مسئله هست. اول ببینید ما با یک نسل بسیار بسیار فهمیده از جوانان روبرو هستیم که اراده دارن برای تغییر و برای اینکه به قدرت‌های متمرکز پایان ببخشن. یک فعلا گفتگو میاری نیروهای سیاسی بیش از هر زمان دیگری نزدیکتر هست، یعنی کاندیدای ریاست جمهوری، میانی احزاب و مهمتر از همه رأی عمومی مردم خوشبختانه که این رای به طرف عدالت و به طرف این است که باید ما برسیم بالاخره به یک ثبات و به طرف یک وضعیت بهتر. و بعد ما و شما به عنوان نیروهای سیاسی حق نداریم ناامید باشیم، چون اگر ما ناامید باشیم خب مسلما این بروین به انتقال میکنه به لایه های مختلف مردم. من گمان میکنم که فعلا یک اجماع جهانی و منطقه‌ای و ملی برای این که ما به قسمت های از این بحران دفعتن پایان بگذاریم رسیدن و من یقین دارم که آقای غنی نمیتواند در برابر اراده عمومی مقاومت بکنه، اراده جهانی، اراده ملی. و خواست مردم ما این است که این دولت کارش باید به پایان برسه و با گذار بکنم به یک وضعیت دموکراتیک. بنابراین ما ناامید نیستیم و انشاءالله امیدوار هستیم بتوانیم از این بحران بیرون بریم. سپاس میگم آقای پدرام، میدانم که سخت مصروف هستین و مشکلات زیاد است، ولی در پایان اگر شما پیامی برای هموطنان ما داشته باشین و این وعده را هم بدین که اگر در برنامه های بعدی که مسائل افغانستان داغتر میشه در بعض موارد با ما باشین. حتما انشالله، حتما در برنامه های بعدی در خدمت شما خواهم بود و شریک میسازیم نظرات خود. این وظیفه خود ما هست. پیام به تمام هموطنان ما به ویژه روشنفکران این است که عزم ما را جزم بکنیم برای پایان دادن به یک وضعیت بیش از 100 سال 200 سال به ساختارهایی که دیگر پاسخگو نیستن در زمانه ما. نه لوی جرگه ها پاسخ میکن، نه حکومت های متمرکز پاسخ میکن. اراده ما را جمع بکنیم برای یک گذار دموکراتیک و رفتن به طرف توزیع عادلانه قدرت در ساختار یک جمهوری فدرال که مردم بتوانند یک ساختار کاملا دیده بعد از چند یک صد بیشتر تجربه بکنن در سرزمینشان. و ما برای این مسئله مصمم هستیم و انشاءالله مصمم به پیش خواهیم رفت برای تغییر کرد، یک تغییر رادیکال بنیادی.
سلامت. ولی یک پیامی برای هموطنانی که در خارج از کشور هستند، برای از اینا چی پیام میتونین داشته باشین؟ مثلا برای نسل جوانی که پیشتر هموطنان ما در خارج کشور، این است که امروز مسئله خارج و غیر خارج ما نداریم. سکایپ هست، تلفن هست، وایبر هست، رسانه ها هست. ما میتونیم همزمان در داخل و خارج کشور با هم در سر بحث ها مشارکت بکنیم. پیام ما به هموطنان ما این است که نسبت به مسائل افغانستان موضع روشن بگیرن، گرد همایی داشته باشن، اعلامیه صادر بکنن، کشورهایی رو که در اینجا زندگی میکنن اینها را ببینن، با وزرای خارجهشان گپ بزنن، لابیگری بکنن و از آنچه به نفع صلح و ثبات در افغانستان است حمایت بکنن و منفعل باقی نمانن، چون در بیرون هستن، بیرونی وجود نداره. شما همین لحظه ما و شما داریم سر مسائل افغانستان مشترک گپ میزنیم، شما در کانادا هستید، من در اینجا هستم. بنابراین یک دهکده کوچکی است، همه جا باید با هم مشارکت بکنیم و در کنار هم اقتصاد بشیم و از اون که با نفع صلح و ثبات کشور ما دفاع باید بکنیم. با نه باید یه طرف بمانیم و نه باید منفعل باشیم. جهان سپاس از شما. تشکر بسیار، تشکر بسیار. ان شاء الله در خدمت هستیم در برنامه دیگه. خدا